الحمد لله الحمد لله الذي جعل الحياء خلق الإسلام وجعله حاجزا عن الفحش والأثام والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام وبعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا خداوند جل جلاله راكي ما شما را در حفظ و در پناه خود دارد و باز هم توفیق طاعت و عبادات و توفیق توبه نمودن بر ما شما اعطا می کند. موضوع امروز برنامه به ارتباط شرم و حیا است. شماره تماس برنامه 0711130111 دی برنامه موضوع ده شرم او حیا. حیا څه ته ویل کیږي؟ دا حدیث چې ما ولوست چې روایت د هغه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کړی داسې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو صحابي باندې تیرېده چې هغه صحابي انصارو څخه و د خپل ورور ته د حیا په هکله وعظ کاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دعه دا نصیحت یې په خپل حال پرېږده یعنې کوه یې فإن الحياء من الإيمان حياء لإيمان تسخدا يعني كسي كي إيمان داشتا باشا حياء مي داشتا باشا درق روايتي ديگيري پيامر إسلام صلى الله عليه وسلم يفرمان كي الحياء كله خير حياء هما خير است. در روايتي پيامر إسلام صلى الله عليه وسلم يفرمان كي والحياء شعبة من الإيمان حياء يك شعبي از إيمان است يعني مهمترين الشعبة هاي إيمان يكي هم حياء نمودن است. حیا چه معنا؟ حیا یعنی ترس، حیا یعنی اخلاق اسلامی، حیا یعنی مراعات نمودن اوامر و مراعات نمودن احترام جانب مقابل. حیا در عموم در اسلام هست. از خداوند جل جلاله کسی حیا کند که چگونه گناه کند، چگونه نافرمانی کند، چگونه در مقابل نعمتهای خداوند جل جلاله ناشکری نماید. امیر حیا میگویند چگونه در مقابل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به اطاعتی نماید، او هدایاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای امتان خود داده است، او قربانی هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حق امت خود انجام داده است، یک انسان چگونه باز خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکند، حیا اش می آید و مخالفت از سنت نمی کند. امیر حیا میگوید در مقابل پدر و مادر به احترامی امی به حیایی است. در مقابل پدر و مادر بلند کردن صدا به حیایی است. در مقابل استاد، در مقابل حقداران، در مقابل بزرگان به احترامی به حیایی است. سابق مردم بزرگانی که از راه مسیر تیر می شدن اطفال و خردسالان اینا بسیار احترام و بسیار متسنگین می بودن و در مقابلشان به احترامی نمی کردن. هر عملی یا ساعتری که انجام می دادن یا فوتبال تو بازی می کردن صبر می کردن، وقفه می گرفتن تا کمی بزرگ از راه تیر شود. اما امروز جوانا رو می بینیم که به حیا شده اند، در مقابل بزرگان بزرگا تیر می شون، اینا تو بازی می کنن، گودی پران بازی می کنن، یا تشله بازی می کنن، یا از این طرف یک طفل یک بچه سر اون طرف یک سرک صدا می کنه هو چش چش، همین کل به حیایی است. و اگر کسی مؤمن کامل باشد به حیایی نمی کند. و یا دخترها زنها صدای خود بلند می کنند، از یک کلکین به دیگر کلکین صدا می کنند، یا در رسانه ها در تلویزیون ها گپای سخنایی اگر بگویند که اونا به قسمی که مخالف از اخلاق اسلامی باشد، همه به حیایی است. پس عزیزان محترم خداوند جل جلاله همه ما شما را در حیا داشته باشد. شماره تماس برنامه را دارین، کوشش کنین به ارتباط موضوع اگر صحبت داشته باشین خوب است، و الا در عموم برنامه در خدمت شما هست. مهربانی خوش آمدین، تماس شما وصل است. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. الان که اینکه بطا سوال کنی سوال نگفتیم در فرامیدم گفته بینید بطا
صدا تا کمی جهت تغییر بده موقعیت تا که صدا درست با ما بیه. چی؟ بگو مهربانی. خب باز هم برات میگم بار دوم بار سوم برات میگم دیگه سوال دیگه دارم سوال میاست که وقتی که آدم دعا میکنه سوره بخونم چی کنم سوره را بخونم دعای آدم قبول شوه خب مهربانی سلامت باشین در تماسی که با ما گرفته بودین همه می سوال را داشتین ما سوال شما را جواب کردم کوشش کنین که فرصت به دیگه عزیزا هم بدین مهربانی صدای تلویزیون تان بلند است او رو پخش کنید و برنامه در خدمت شما از خوش آمدین مهربانی میریم به تماس گیرنده بعدی میریم مهربانی خوش آمدین تماس شما واسه سلام علیکم مالی صاحب جو هستی بخیر سلامت و در عافیت باشین مالی صاحب نماز خفتن پرسال میکنم سه رکعت وتر خب ارمیز رکعت آخر که الله اکبر میگه میز سوره چیز نخونه سه بر قوالات بخونه چی میشه باز اونجا کدام سورت هست دم اونجا علم نسایی نکرده که میخوانه او چی هست؟ کدام صورت هست؟ امرو خوندام شو بگو با ما علم نسایی نکه میخوانه یاد داری او را؟ امور یاد ندارم سپر قوال عهد میخوانم خب چند ساله هستی؟ تقریبا 20 ساله هست مولی صاحب هرچی کوشش کردم امیر یاد نگرفت خب خدا تو را توفیق بده یاد میگیری ما برات میگم بله مهربانی خوش آمدین تماس شما با ما وصل است مهربانی خوش آمدین. بله سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله. خوب هستی مولوی صاحب ساعتمند. سلامت و در عافیت باشین مهربانی. مولوی صاحب یک سوال داشته. میشنو مهربانی کو. مولوی صاحب در حساب چی میگفتم دولت نمیشنوم نه صدایت هم درست نمیه چون که تلویزیونت صدایت بلند است پس صدایت با ما میه جور شد آلا مولای سایت خود تیز بگو سوال تو میگیره تو گفت مولای سایت در باره از می دولت هم یک ذره صحبت کنین بیخی دیگه وطن خراب شده یک رایت در بالای چی خود حق داره که سعید چیشانه بین امیال کلگی کشنه و علاق شده یک ذره صحبت گفتم در باره از امیام خیلی ببینی اگه کنه مهربانی سلامت باشین. خب مهربانی خوش آمدین تماس شما وصل است. جناب استاد خوب هستین. سلامت و در عافیت باشین. بله مهربانی. همشتم یک سوال داشتم. سوال من این بود که من تقریبا 170 گرم طلا دارم. میخواستم پرسان کنم که میزکات همی چقدر میشه؟ و پیسی از رام کساب کنید تقریبا 7 لک افغانی میشه خب 7 لک افغانی میشه اسمه برتون میگم سلامت باشین عزیزان محترم قبل از اینکه جوابها را بگویم دعا میکنم که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی خواهر که سوال داشت این بار سوم است که جوابم برش میگم یک بار قبلا در تلویزیون کرده بود باز تماس شخصی شماره ما گرفته بود کوشش کنید عزیزان محترم سوالایی که در تلویزیون میکنین امی فرصتی که بر شما میتیم امی فرصت بزرگترین و بهترین فرصت است کوشش کنید دست نتین و کوشش کنید هر سوالی که دارین برنامه در خدمت شما هست و سوالای همیشه که میکنین و همیشه کوشش کنین که خودم زحمت نتین و هر زمانم به ما زنگ می آیا و زحمت به ما هم نتین چون که اگر جواب نتوم شاید که شما خفه شوین وقت نمی باشه که ما جواب داده بتانم به این خواهر ما باز هم جواب سوال شما میگم که تهجد یا در سوم حصه شب یا در نیمه شب
وقت تهجد است، خب به شرطی که از خواب بیدار شوی، اگر تماشب بیدار باشی نماز بخونی ثواب داره، اما به نام تهجد نیست. اگر همیشه تهجد میخونه خب یک شب تماشب بیدار بود نماز خود خوان بازی تهجد حساب میشه. تهجد دو رکعت بخوان بهتر از ثواب داره، چهار رکعتی هم میشه خود دو رکعتی ثواب زیادتر داره. قبولیت و دعا در قدم اول آدم کوشش کنه که توبه کنه، از هر گناه توبه کنه، در عموم توبه کنه، توبه نکنه گناه داشته باشه و باز دعا میکنه میگه دعای من قبول نمیشه، اول توبه کنه، بعد از او صدقه بکنه، در ما حول خودم ببینه، تنها تو نمیشه که تنها خودش توبه کنه، در خانهش خوراک، پوشاک، خوردن، نوشیدن، معاش یا مأکولات پدر که می آورد، برادر می آورد یا خودشان می آورن، حلال است، حرام است، صورت دقیق ببینن، اعمالی که انجام می دهن، برنامه‌ای که می‌بینن در تلفن، در فیسبوک، فیلم‌هایی که تماشا می‌کنن، چیزی که می‌بینن، آیا حلال می‌بینن، حرام می‌بینن، در عموم همه را چک کنن، گفتار، کردار، اعمال، شنیدن، گوش گرفتن، همه را چک کنن، از این همه توبه کنن و در باس بعد از نماز فرض متصل پنج وقت نماز به مو روی قبله که نشسته است و درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بگوید، ثنای خداوند جل جلاله بگوید، که الحمدلله که می‌گوید، بعد از او دعا به بسیار عاجزی و گریه و شکست نفسی بکند، ببینیم که خداوند جل جلاله امو دعایی که مشروع باشد اجابت میکند خامخا، و اگر اجابت نشد ساید که فرصت داشته باشه، یک میعاد داشته باشه. هر چیز در نزد خداوند جل جلاله یک میعاد داره، نا امید نباشین، دعا خامخا قبول میشه. اگر امو دعا قبول نشد در مقابل دعای دیگه تن قبول میشه، مشکل دیگه تن مرفوع میشه، بلاها از شما دفع میشه، ذخیره روز آخرتتان میشه. دعا را شما ترک نکنین، دعا را زیاد کنین. برادر گفت که دعای قنوت تیار ندارم، سنشم گفت که 21 سال هستم، بدون دعای قنوت تو قل هو الله خوانده نمیتونی، هیچ سوره خوانده نمیتونی، و این سوره نیست، این دعا هست. در جای سوره سوره بخوان، در جای دعا دعا بخوان. خامخا لازم است که تو دعای قنوت بخوانی، یاد بگیری، این هیچ چاره نداری، واجب است بر بالای تو. اگر میگویی که من یاد میگیرم خامخا یاد میگیرم، خب یک ماه دو ماه فرصت باید که ما داشته باشم تا که یاد بگیرم، تا با مو زمان اللهم ربنا را بخوان. امی دعایی که داخل نماز بخونی، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، تا به زمانی که یک ماه دو ماه فرصت اجازه میخوایی که تا دعای قنوت یاد بگیری، امی دعا را بخوان. اضافت بر همیش بر تو اجازه نیست، دعای قنوت خامخا یاد بگیر، یاد گرفته میتانی، تشویش نکو. او برادر سوال کرد، گفت در پات امی کارکرد دولت و رعیت، حقیقتا راستی هم که دولت و رعیت با هم تا که همکاری نکنن، یکی به دیگر معاونت نکنن، هیچ کار پیش نمیره. اگر کل مردم انتظار باشد داد دولت برای مردم یک کار که خدمات انجام بدن، خود دولت خودش متشکل از رعیت و از مردم است. تا که مردم در دولت اینا سهم نداشته باشن، در دولت کار نکنن، سهم اینه که هر کس بگوی که ما باید وزیر باشم، نه یک مامور باشه، یک کارگر باشه، یک چپراسی، یک دروازوان باشه، اما یک سهم خود در ساختار می دولت و تشکیل دولت و در خدمات دولت باید که انجام بتن. اگر هیچ نمیتونن، حداقل یک دعای خیر خود کرده میتونن، اما که نه دعا بکنن، نه کار بکنن، فقط انتظار دارن که دولت کل خدمات انجام بده، این اشتباه هست. دولت مسئولیت های خود باید بدانه که مکلفتشون قسمی که سلطان سایه خدا در زمین گفته شده، باید که همه امورات خدماتی در مقابل مردم خود و رعیت خود باید که انجام بدن و مسئولیت دارن. حضرت عمر رضی الله عنه حتی می ترسید که در قسمت دجله فرات اگر پای یک بره هم اوگار شد یا گرگ بخورد، عمر مسئول است. به می رقم دولت در مجموع مکلفیت خود را باید بداند و عمل بکند. خو اما باز هم میگم که دولت متشکل از مردم هست، دولت جدا و مردم جدا نیست، باید که در عموم مردم با دولت خود همکار باشند تا بتوانند که خدمات دولت پس برای مردم انجام داده بتوانند. خواهر گفت که 170 گرام طلا داره و قیمتش هم 7 لک افغانی میشه. بسیار آسان میگم براتون، 7 لک افغانی را تقسیم 40 کنین، 40 حصه زکات است، خدا شما را خیر بده. 7 لک افغانی را تقسیم 40 کنین و 40 حصه زکات است، و شما زکات زیر بپردازین و شما زکات مالتان که پرداختین
زکات طلا را که پرداختین بفهمین که این طلایتان و پولتان در نزد خدا امی راجستر شد، ثبت شد و محفوظ شد و هیچ گم هم نمیشه، دوز هم نمیبره و این لازم است. زکات تزکیه مال و چرک مال از بین بردن است. خب عزیزان محترم، اون همکار ما گفتن که 10500 اون است، 17500 اون ضرب کرد تقسیم کردن 17500 افغانی اون زکاتش میشه، خودتون محاسبه کو 7 لک تقسیم 40 کو. خب عزیزان محترم وقفه داریم، انتظار داشته باشین، بعد از وقفه باز هم با هم هستیم ان شاء الله. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میفرمایند که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند که حیا و ایمان هر دو با هم سیالسن قرنن جمیعا، فاذا رفع احدهما رفع الاخر، یکی که برداشته شد دیگه هم برداشته میشد. حیا و ایمان هر دو با هم یکی هستن، هر دو با هم سیالسن یعنی جفت هستن، یکی که برداشته شد دیگه برداشته میشد. ایمان که رفت حیا میرود، اگر حیا رفت ایمان هم میرود. خداوند هر دو را بر ما نعمت دانسته و هر دو را بر ما داشته باشد. خوش آمدین عزیزان محترم، تماس شما وصل است. بله بله مهربان، خوش آمدین. بله سلام علیکم، خوبه؟ و علیکم سلام، بخیر باشین. شکر زنده باشی، تشکر. ببخشید چند سوال داشتم. به نوبت بگو سوالت. اولین سوال نیست که مولوی صاحب که یک دو سه سال سنو دختر نو که جواب میشه، یک دو سه سال بعد روزه نگرستم، بعد از دور یکی یک همی زیاد میامد، من زیادی چی نمیکنم، فقط زیادش تکیه تحمل کردن میتونستم، فقط 12 یک بجه یک گلاس هاو میخوردم. چند بار این کار کردی؟ قلیمانی که فکر که 15 روز شب مکمل گرفته 15 روز شب معنی چی؟ فقط یکی نیم یک گلاس هاو خوردم دیگه، بعد متوجه شدم که بسیار زیاد گناه داره. حالی هر در زمستان ببخشید در زمستان 14 روز یا 20 روز 25 روز میگیرم دیگه. سوال دومیم بود دیگه مولای صاحب که بله مشنم مهربانی. بله مهربانی ادامه بده دیگه. سوال بگو سوال تا بگو با جرات بگو. خوشا به حالش که بازم مشکل خود بر ما میگه و راه حل پیدا میکنه. این دلالت بر ایمان شما میکنه. خوش آمدین، تماس شما وصل است. و علیکم السلام رحمت الله. سلامت و خوشحال است، بخیر. اغلی مهربانی سوال دیوایه. 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 نه. اغلی تلویزیون شماره دیوایه. تلویزیون شماره برنامه شماره دیوایه. څنګه تاسو شخصي مې ترلاسه کوم؟ یو زما دغه پښتنه ده چې د سحر د تطیاج لکې چې سحر سوی کنه جادو سوی افیږم د ځواب ما باندې سوی دي. زه نه غواړم اسې توګه وګورم، مې درسره تماس ونیسئ چې ته اتم دوه یو ساتونکی یا خپله. دا دوم سوال دې بیا راته وایه. مالکه یا شخصي شمېره دې دوم خبره دې وایه. دوم خبره دې وایه. خو مالکه دا په تلکې باندې چې کنه جادو سوی او په چا جادو سی وی؟ یو د خطا شخص شمیره ده پیدا کوم، زه شخص شمیره واخلم. و مې ورته مهرباني منتظر سه. مهرباني خوش آمدین. سلام علیکم و علیکم السلام. و علیکم السلام و رحمت الله. عبدالله بن محمد کاپیسا دماز گرفتین. از کاپیسا خوش آمدین مهرباني. مولایز محترم یک پدرم و نمود 420 تعمالی هستم، مادرم پدرم بیادرم از پیشش راضی نیست. دین روز مرا از سر بام سر ایزار کرد، یکی در دم خورد یک سر در سرم خورد دیگه، چار کوخ خورد دیگه، نو عریضام دادیم و دوزه ما نال اینام بایدیم کسی چی کار کنم.
به مادرم خواهرم نمت مرام زنگ گفت دو میزنن دیگه برادر مون زن دار از زنگ گفت دو میزنن خواهرم مکمل چیزی که من دانش نه اند کفر عروسی کدین برش نه خیر نه نه خو منتظر باش برتون میگم تشکر مولای تو بله هم عروسی کدین خو برتون میگم تشکر برنامه‌تون سلامت باشین مهربانی خوش باشین خب مهربانی خوش آمدین تماس شما وصل است بله سلام علیکم مولوی صاحب وعلیکم السلام رحمت الله چیال ان شاء الله خوب مولوی صاحب احمد آقا دستم از ایران به تماس شدیم خب یک پیشنهاد داشتم مولوی صاحب گفتم این برنامه تو نمیشینه از تایم سوبکی مثلا برمون عاشق کنید رادیو خب میگم براتون منتظر باشین مهربانی خوش آمدین مهربانی خوش آمدین صدای تلویزیون تا پخش کن و صحبت کن یک تماس دیگه هم میگیریم باز میپردازیم به جواب ها السلام علیکم و علیکم السلام رحمت الله قد شد تماستان کوشش کنین که صدای تلویزیونتان پخش باشه قطع میشه باز مهربانی خوش آمدین خب سوالی که داریم خواهر سوال داشت گفت که بعد از جوانی که ما شروع کردم به روزه گرفتن و نمیدانستم و بعضی اوقات که تشنه میشدم در نیمه روز یک گلاس آب میخوردم و این کار شاید که ما چندین مرتبه انجام داده باشم خب اول خب ملامتی در پدر و مادر و بزرگ فامیل تو هست که باید برای تو میگفتن که روزه گرفتن یعنی چه و در جریان روزه گرفتن از چی چیزا باید تا چی وقت از چی وقت تا چی وقت پرهیز داشته باشه ای که در او روزهایی که تو باید روزه میداشتی و در بین یک گلاس آب خوردی ای دانایی و نادانایی تو ای تو را از ملامتی خلاص نمیکنه دو کار تو باید بکنی دو کار اول توبه کنی بگو که خداوندا نمیدانستم اول توبت خداوند را نمیدانستم مرا عفو بخشش کو دوم امی روزه هایی که خوردی در عموم از همه از این یک کفاره بگیری کفاره روزه ها چیست مجبور و مکلف هستی که 60 روز روزه پی در پی سر به سر روزه بگیری تا از او گناهان تو خداوند جل جلاله بگذرد و بر تو عفو و بخشش بکند 60 روز مکمل روزه باید بگیری پی در پی اگر روزی شستم تو خوردی مجبور و مکلف پس از سر شروع کنی آره ببی که روزه ها را چی گناه باید تو بگیری متوجه باش گناه بزرگ را مرتکب شده ای خداوند تو را توفیق بدهد خورد چه سوالو که وی که پچه بندی جادو سوی وی نه هغه باید چه وکی که جادو پچه بندی سوی وی نه هغه که علائم معلومیگی تکلیف و مشقت معلومیگی چه بدن سستی او ضعیف وی او لټی ځینې کیږي ا دې مخکې په څیر باندې نه وي حالاتو باندې په قرائنو باندې سړی پوهیږي ډاکټر ته چې ورسي ډاکټر کله چې معاینه وکړي ګوري چې هغه مرض تشخیص چې کیږي په دې کې مرض نه وي هیڅ مرض نه وي اما تکلیف پکې موجود وي علائمو باندې خپله دوی پوهیږي د جادو لرې کول او د جادو دفع نو دا اولی که سړی باید مجبور دې ته باید پام وکړي چې د جادو په چا باندې ونسی د جادو د مخنیوي لپاره دوه شی دي دوه شی یو دی چې همیشه زبه د خدای په ذکر باندې جاری وسی الله الله لا اله الا الله محمد رسول الله او درودونه په رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تل وی او کوشش وکړي چې په داسې جي کې دې نه کینی چې هلته ملایکې نه وي په هغه جي کې چې ملایکې نه وي نو په هغه جي کې شیطانان وي جادو هم تاثیر کوي هر څه کوي دومه چې برنامه هم دموږ د حیا په ارتباط ده بې حیایي که چا وکړله په هغه باندې شیطانان هم کینی جادو هم کوي یو له جمله بې حیایي نه څه ده د سر لوڅول د ښځو لپاره کله چې سر لوڅ کړي ټکری لرې که دې ته بې حیایي وایي کله چې ښځه بې حیایي وکړي ملایکې ډېرې به حیا دي هغه ځینې ځي کله چې ځینې ولاړ میدان خالي سو دیوالونه لرې سو نو غله راځي دروازې خلاص غله راځي خامخا غله کوي نو کله چې ملایکې له ښځې نه لرې سي بیا دلته هم جادو ور باندې کیږي هم شیطانان ور باندې کیږي هم پیری په سر باندې ورته کیږي بیا پلانې باندې پیری ناسته
بی حیایی باید اونه کی لاوله که باید و علاج و واقعه را قبل از وقوع باید کرد. نو وست جادو پا چا بانسوی ده جادو دفعه نو ده ضرورت ده چی باید دست یو کس چی اغا وکوالی سی ده جادو دفعه کی غط مراجعوی کی قرآن کریم خود اغا چلور صورتون دی ده چلور قله ده جادو ده دفعه لپاره ده جادو ده مخنیوی لپاره او ده صورت البقره یو زل پرا طول پا کور که ووایست بزوره لکور او لشوخان طول ده جادو لرکیگی او پا چه شمیره چه سپر وسوا پنزلس 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 ده برنامه ده معلومات شمیره ده لده صورت تاسی تماسیونی سی که مشکل ده دوی سروای خب بیا همز تاسون ده غختانه کوم هیله کوم چه زنگون ما تر دیر رجی پا دست حالاتی که چه ما نمها لار ورک سوی چه نپویگم چه پسه تر قذر خل ده زواب رکم هر ساعت و هر گره ما تا زنگ ما وحی دست اینه چه تاسی خپاسی او یا هم دست واسی پلمانزی کم سر پسر زنگون رجی سر پسر بندوالی هم نسم چه پر وسا و پنزالس پنزالس ات زنگ وحی اگوی با تاس تلار خونو وکی برادر کس کاپیسا زنگ زد و گفت که برادر ما گفت که عملی هست و پدر و مادرم دو دشنا میزنه لطا میکنه و دیروز گفت مرم کت سنگ زده و ایر ما چی کنیم دو دشنا ما میزنه بسیار آسان گفت پس ایر تسلیم به دولت کنین اما گفت که عریضه کردیم به حوزه تسلیم به دولت کنین دولت بیای ایر بگیره و ببره تداوی کنه و اصلاح کنه آسان ترین را دولت میگن سلی دولت درد نداره دولت اگر بندی کنه اگر سلی بزنه اگر تهدید کنه هر چی بکنه حق داره چون که سایه خدا در روی زمین گفته شده دولت و خصوصا باز دولت اسلامی سایه خدا در روی زمین است ایره تسلیم به دولت کنید تا اونا ایره اصلاح کنه چون که از توان شما بالا هست احمد فواد برادر گفت که اگر برنامه ها از طرف صبح در رادیو پخش شود برنامه ها از طرف صبح در تلویزیون ساعت 6 تا 7 تکراراً پخش میگردد اما این برنامه تلویزیونی هست و امام که از طرف تلویزیون اینجا این برنامه را پیش میبریم رادیو باز کدام اداره مستقل است اون هم قبلا ممکن شاید که برنامه را داشته باشه خو نمیدانیم این صدای ما را ممکن شاید که مسئولین رادیوی تلویزیون رادیو آریانا شنیده باشن خواهش مام همین است که اونا هم اگر امی برنامه را همزمان از رادیو هم پخش کنن تا هم وطنان عزیز ما بتوانن از طریق رادیو هم از برنامه مستفید شن گپ خوب است ما با هم با شما موافق هستم خب عزیزان محترم وقفه داریم بعد از وقفه بازم می آییم به برنامه تا آن زمان در انتظار باشید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مجددا عزیزان محترم بازم خوش آمدین به برنامه و تماسای شما رو می گیریم مهربانی خوش آمدین مناسب ما طفل بودم نمی فهمیدم و ما ازم یک چهار تا تخمه یعنی گرفته بودم از چی گرفته بودی؟ از همسایه ما گرفته بودم یعنی دیده بودم ریزه بودم خب اینا لیا میده ما چه رقم یعنی چی جبران کنم بسیار خوب بسیار آسان جواب دارم منتظر باش مهربانی خوش آمدین سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله خوش آمدین خوش باشی مهربانی میشنویم بله میشنویم مهربانی سلام علیکم خوب هستین چه دارید بخیر باشی خوب مولوی سید ساتر خوب است خوش آمدین مهربانی یک سوال داشتم میشنویم مهربانی آمین امی خورده ده که مثل یک 6 ماه یا 7 ماه پیش شهید شده منطقه ایده دخانه امی مناسبات زن و شویی خراب بود مناسباتشان خراب شده بود بینشان جنگ و قلمغال همه روزه جنگ میکردن مناسباتشان یک 3-4 ماه پیش خراب زیاد بود و این همون روزه که میامد که خانه پدر خواد که من روز به این امرای ما خانم ما جنگ کرده ما چی کنم تو باز خانه برو می باز و بابش گفتش برو پشت دیگه پا نگرد برو خانه برو و بسیار زیاد گلوم درد شدید بود این یک شربت پدرش داده که شربت بخو برو خانه یه شربت گرفته خانه رفته ایره امی خانمش درش غال مغال کرده که تا حال کجا بودی گفته این من رفته بودم پیش پدرم این دوار را گرفته ایم اومده خب اینه میشه در خانه این بطه که به بسیار لط و کوب نمیفهم که تنها خانمش این کار کرده یا کتیش کس دگه بوده توی بطه که ستم کش کردن کشتن سه دیگه نال ایچ همی علت از این دشمن از ایره ایچ ما نفهمیدیم که سر چی ایره کشتن یک ای کتی همی خورداده خانمش کتی همی علاگل بسیار مشهور است کتی اونمو موتروانش بود نمی فهم کتی از اونمو ای کار شد دیده کشتن نمی فهم که توسط چی دیگه نمی ریست نه فهمیده
دیگه بسیار زیاد میام شری میره کلون کده بود بسیار بدال داره. خب سوالی که از ما دارن خدای مورد میخوان که راهنمایی کنیم براتون. خب بله خب براتون میگم. خب مهربانی درست سوالتون رو گرفتم، ما براتون راهنمایی میکنم. مهربانی خوش آمدین، تماس شما وصل است. بله سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله. باشم مولوی صاحب، من صاحب قاسم هستم از مهربانی محمد قاسم. تشکر مولوی صاحب، باشی وقتان اضافه نمیگیرم اتون میشه که کارتان شماره مرا دقیق بگیرم؟ نمیشه اینجا غیر ممکنه، شماره ها اینجا طریق دیجیتال می نمیتونن گرفته، شماره ما رو پیش خود داشته باشین. درست است، شماره که ما گفتم یک وقت اگر شما لازم بدانید که یک نیم ساعت وقت تانو با ما بتین که از نزدیک بیان شماره ببینیم که یک مشکل بسیار دارم که نمیتونم گوش بده. خب سلامت و درایفت باشین. برنامه ما برنامه تلویزیونی یک ساعت برای سوال جا به طریق تماس تلویزیونی هست. مشکلات هر جا به مرجع مربوطه مراجعه کنین. خداوند شما را در حفظ خود داشته باشه. مهربانی خوش آمدین. علیکم سلام مولوی صاحب، یک سوال داشتم. مهربانی میشنوم. مولوی صاحب یعنی قسم فقط میشه که با والله بلا قسم درست است، به خدا قسم و به الله قسم اینا میگه درست نیست. میشه همیده برم بگوییم که قسم اصلی قسم بخوری به چی قسم بخوری به خداوند یک تا قسم تو درست است؟ یک تا میگن نیکی یک کلمه عربی است و درست نیست. میشه برم همیده چی کنین؟ بسیار خوب، بسیار خوب، منتظر باشیم. ما برتون جواب تانمیت میگه بسیار خوب است. مهربانی خوش آمدین. مهربانی خوش آمدین. بله فهمیدم، میخوام برای مولوی صاحب گپ بزنم. خوش آمدین مهربانی. مشکل ما این است که مثلا نمی مردای که روز جمعه به نماز جمعه میرن، باز بعد کسان میگن که خانم ها باید تا نماز زهر منتظر باشن، باز نماز بخوانن. همین چه رقم است؟ خب منتظر باشم براتون میگم انشاءالله. سوال خوب است، منتظر باشین، گپ خوب است، من انشاءالله براتون جواب میدم. مهربانی خوش آمدین، تماس شما وصل است. سلام علیکم، و علیکم السلام و رحمت الله، سلامت و در عافیت باشین. زنده باشین مولوی صاحب. محمد علی هستم، مدت 3 سال میشه که در سر مریضی هستم، حادثه کردم، کسکور هم ندارم بغیر از یک خانومم است، روزه خود رو نگرفتم در مدت 3 سال، کسی کوهر هم ندارم بریم راهنمایی کنه. یا اگر نمی خانم مثلا دیگه مشکلات های زندگیم خیلی زیاد هستم آلوی خود در خانه هم از پدر من سهر دفعه که می آیا از وطن اینجا مرا خیلی چی می کنه آزار می تا و در دفعه از خانه مرا کشیده می شده، بازم من همینجا خانم حضور در ازواری کنه ششتم در می خانم دیگه. حالا هم در سر مریضی هستم، نماز خدا میخونم، قرآن خدا میخونم، امید خدا با خدا میکنم، دعا میکنم، توبه میکنم، دیگه نمیخونم چی کنم، ایران ماندم. سلام. روزه خدا نگرفتم در مدت 3 سال شده گرفتم نمیتونم، گربه هم درد میکنم. این حالا میخوایم از شما چی بشتم که چی مهربانی؟ مهربانی منتظر باش، ما برتون میگم، برتون میگم. سلامت باش. یک سوال دیگه هم میگیریم، بعدا به بخش جواب میریم. مهربانی. بله سلام ملا صاحب، خوب هستین؟ و علیکم سلام، سلامت باشین، خوش آمدین. ملا صاحب دو سوال از خودتان داشتم. میشنو مهربانی بگوین. ملا صاحب سوال اول میستا که سرما زیاد جدو تاویز میشه، به ما یک عالم دین گفته بود شما یک عریضه به خداوند نوشته کنی که چطور میشه. من زیرا گفتم سوال کنم اصلا جواب ده. و سوال دوم میاد که زمانی که نماز استخاره بخوانیم اگر مو دعایش که مخصوص خودش را سگوره نکنیم امونیت ما نکنیم خیر است؟ گدام گناه نداره. خب خب ما براتون میگم صحیح. منتظر باشین، منتظر باشین. خب عزیزان محترم، و خواهری که سوال داشت گفت در طفولیت 4 دانه تخم از همسایه خود گفت ما گرفت دزدی کرده بودم. به این معنا خب خدا کنه که در کل عمر خود همی 4 تا تخم دزدی کرده و یک شوخی بکنیم.
در کل عمرم چهار تا تخم دوزی کرده باشی دیگه هیچ چیز نکرده باشی. خوشا به حال تو، خوشا به حال تو. حقیقتا شاید کمی رقم باشه، یعنی هیچ عمل دیگه، کل اعمال و مشکلات آدم حل کرده و یکی مانده. بسیار آسان است، هم همسایه شاید باشه، هم چهار دانه تخم را توان داری. پس برای برتی بگم چهار تا تخم ما در طفولت شما برده بودم و وجدانم تبالم نارام است، پس برتان میتم. اگر میگفتی که نه وجدان ما تقاض نمیتونم، کمیر چطور بگم که من دوزی کردم؟ گپ نیست، خود طفولت از در طفولت و هر کس هر کار میکنه، هر کس هر کارم در طفولت. حتی پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم یک خواهر شیرخوارگی داشت به نام اقلیما، طفل بود پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم، دندانش چک کنده بود. خود در طفولت هر کس کس میکنه، خو یک گپ شاید بوده باشه، گپ نیست. اونا از تو خفه نمیشن، تا خوش میشن. چهار دانه تخم است، اگر میگی که نه چهار دانه، 40 دانه برش بده. اگر حیای تو می آیه که ولی به زبانم نیو گفته نمیتونم، بسیار آسان، یک روز یک 40 دانه یا 4 دانه تخم بگی، برشان روان کو، به خداوند ایر در مقابل امو که ما حقشان خوردیم. در دل میگه پاپو بگو به زبان نیار. خواهر سوال داشت، گفت که خواهرزاده ما 7 ماه قبل کسی شهید کرده و یک جریان قصه کرد و شما هم شنیدین، ما هم شنیدیم که مشکل در داخل خانهشان بود و کسایی که در داخل خانه بود که خانمش بود یا کسی دیگری بود امرایش، مشترکاً همی عمل انجام دادن و مرتکب یعنی قتل گردیده ان. بازم هم سوال قبلی که یک دوست ما در ارتباط دولت داشت، اگر مردم با دولت همکاری کنند، دولت میتواند که به مشکلات مردم رسیدگی کنند و قاتل اینمی قضیه را پیدا کنند. قسمی که همی دیگه ای که قضیه، اگر در افغانستان همکار ممین که شماره از آلمان بود، ای که اگر قضیه در افغانستان بوده باشه، خود در افغانستان دولت موجوده، خدا ان توفیق مزید برشان اعطا کنه، که ما شاهد استم که می چند روز قبل، 4 روز قبل که سه نفر به قتل رساندن و شهید ساختن، که الحمدلله ول من قبل از اینکه جنازه دفن شود در ولسوالی قره‌باغ، قبل از اینکه جنازه دفن شود، 2 نفر اینمی مجرمین حتی همکارشان او را دستگیر کردن و هر چاجل دستگیر کردن. اما به شرطی که مردم همکاری کنند. این قضیه هم اگر در افغانستان صورت گرفته باشه و شما خانواده همکاری کرده بتانین، امی کسایی که مشکوک هستین امیر بگوین به مرجع مربوطه، اونا شاید که ما رو تحقیق کنن، تفحص کنن، تا بالاخره به نتیجه و مطلوب برسن. اگر در خارج زندگی میکنین، در اون منطقه هم، خب پس دولتی که شما در اون زندگی میکنین شاید که به قضیه رسیدگی کرده بتانن، خب طریقی که باید انجام بتین علیزه هست و مراجعه هست و اشخاص مشکوک برای مرجع مربوطه شما ایر قلمداد بسازین تا اونا اینمی رفع شک و به یقین برسن. جزای آخرت ها خداوند دادنی هست و خامخواه میته. خب خواهر که زنگ زد گفت قسم به چی بخوریم؟ قسم بعضی مردم من میدیرز که سر گفتم گفت که به زنجیر محمد قسم صلی الله علیه وسلم. زنجیر محمد صلی الله علیه وسلم چی رو میگن؟ امی تصبیر میگن مردم. این تصبیر خود چین جور کده یا پاکستان جور کده یا ما اتو بدیس خود جور میکنه؟ میره چطور زنجیر محمد میگن؟ محمد صلی الله علیه وسلم وقتی که ذکر میکردن به کلکا و به چی میگفتن؟ به کلک. مردم حتی به اینمی قسم میخورن، قسم خورد می قسم به سر تو قسم، به وجدان تو قسم. این تو گپا میگن مردم نادان نسن یا نادانی میکنن. حتی مردم های بسیار هوشیار به سر پدر و مادر حتی قسم جواز نداره. قسم به خدا، اگر بگن که قسم به خداوند جل جلاله یاد کرد، اما اسماء خداوند جل جلاله 99 دانه است. از 99 دانه به 3 اسم خداوند جل جلاله قسم به مو، یک اسم خداوند جل جلاله قسم جواز رو به قسم. والله با والله قسم کس گفت، یا با بالله قسم، یا با تلا قسم. واو بی تی در سر الله داخل باشه، با والله، با بالله، با تلا، به می 3 اسم خداوند جل جلاله، به می 1 اسم خداوند جل جلاله، که به می 3 طریقه والله بالله تلا، به نمی قسم درست است. به غیر از به هیچ چیز قسم درست نیست و جواز هم نداره. به کارای عجیب و غریب به تسبیح میگن به زنجیر محمد، یا با وجدان تو، یا با سر پدر و مادر، این جواز نداره، ناروا است. خواهر گفت که نماز جمعه که مردها در مسجد میخوانند زنها چی بکنن؟ زنها 5 وقت نماز خود در اولین وقت بخوانن، خصوصا نماز صبح مردها باید برن در مسجد به جماعت بخوانن به وقت خودش. زنها در اول وقت
قبل از اینکه مردا با مسجد بروند به جماعت میروند میتوانند که نماز خود بخوانند. زنها با مجردی که وقت داخل شد نماز خود میخوانند. نه انتظار مردا میباشند، نه انتظار جماعت میباشند، نه انتظار جمعه میباشند. اون مردها است که انتظار نماز جمعه را میکنند تا نماز جمعه خوانده شود باز این نماز خود بخوانند. زنها چون مکلف به خواندن نماز جمعه نیستند، اینا میتوانند که نماز مجردی که پیشین شد نماز پیشین خود را بخوانند. و سلام. محمد ایوب سوال داشت، گفت 3 سال میشه که در بستر مریضی هستم، حادثه کردم و این در حادثه که ما کردم و قرار ما افتادیم و در بستر و هیچ کس کسو کویم ندارم، کسی پرسان ما نمیکنم، مشکلاتم گفت دارم و یک خانم دارم. ما خود در قدم اول دعا میکنیم که خداوند جل جلاله قاضی الحاجات است، دافع البلاها است و مشکلات مرفوع کننده خداوند است. خداوند جل جل با مشکلات تو هم رسیدگی کند و همچون تو را صحت کامل و عافیت نصیب بگرداند. گفت تکلیف گرده دارم، روزه گرفته نمیتونم. ای که تکلیف گرده داری روزه گرفته نمیتونی، خداوند جل تو را صحت یاب بسازه. هر زمانی که صحت یاب شدی، ای 3 سالی که روزه خوردی، 3 ماه که 90 روز میشه، ای قضایی بر ذمه تو لازم است، خواه قضایی بگیری. ار قضایی گرفته نمیتونی، دکتر بر تو گفته که دیگه هیچ روزه گرفته نمیتونی، تو باید در مقابل هر روز روزه یک روز فدیه بدهی. فدیه هر روز روزی تو 1 چهارک گندم است، بسیار آسان. 1 چهارک گندم که اون 30 روز اگر تقسیم، اگر ایره به تقسیم 4 کنی ببین که چقدر میشه. 1 چهارک گندم از کل ما شد 1 بوجه آرشامیر توانایی پیدا کو تا فدیه را کسی بر تو بدهد یا فدیه ادا کنی، این روزه ها بر ذمه تو باقی میماند. 7.5 سر میگن میشه که از 1 ماه 7.5 سر میشه. خواهر سوال کرد، گفت که سرما بسیار جادو میشه و کسی بر ما گفت که عریضه به خداوند که بله، هر عریضه ما به خداوند جل جلوس. عریضه به این معنانه که تو بری پیش عریضه رئیس و بگوی که کاکا جان با مگه عریضه نشته که یا برادر با مگه عریضه نشته که کلاپا و مهر که، درست است. عریضه به خداوند جل جلو به این معنی که معرضت به خداوند پیش کو، با خداوند تو مشکل آسان هستی، تو دافع بلاها هستی، امی بلا را از سر ما تو دور کن. ای به عریضه که به خداوند میکنی، امی عریضه را با چقسم بگویی و چقسم عریضه بکنی پیشتر ما بیان کردم. سوره بقره از الف لام میم تا امو سپاره سوم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، امو آیت آخرش است. امیر در خانیتان به صدای بلند بخوانین، یک بار نمیتونین، 2 بار 3 بار 4 مرتبه، یعنی در 4 مرحله در 4 سکته همین سوره بقره را بلند بخوانین، جادو از خانه شما دفع میشد. همیشه 4 قل بگوین، از خانه مصیبت ها را دور کنین. پیشتر مده این مورد توصیه داشتم، او را فراموش نکنین. حیا را مراعات کنین، جادو بر شما نمیشود. خب باقی جزئیات و سوالا را انشاءالله رحمان بعد از وقفه میگویم. وقفه داریم، تا آن زمان در انتظار باشید. عزیزان محترم، بازم خوش آمدین به برنامه. و برادر که محمد و برادر که محمد قاسم سوال داشتن، با شماره مشکل داشتن، با شماره 0715-1515 تماس بگیرن. خب سوال شما رو میگیرم، خوش آمدین. و علیکم السلام رحمت الله. مهربانی تماس شما وصل است، خوش آمدین. السلام علیکم جو، بخیم اولوی صاحب محمدی صاحب، بگو مهربانی، خوش آمدین. زنده و سلامت باشی. خب من دو دانه سوال دارم. یک سوال به امینم که در نماز چند چیز فرده، و یک سوال همی داره از میتیم کارتای افغان میشیم به شما برنامه شما اصلا نمیگه در خوب آتر چی؟ من برتان میگم، مردویش میگم برتان انشاءالله. مهربانی خوش آمدین. خوش آمدین مهربانی. مولوی صاحب یه سوال. صدای تلویزیون پخش کن مهربانی، میشنویم. بگو میشنویم. سوال من این گفتم شوهرم، من به خونه پدر خود میرفتن، تازه عروسی کردم، یا چند هزار افغانی توی صندوق هم داشتم، اونا رو مادر شوهر هم برداشته، الان قبول نمیکنه، میگه نه زن ساده با مادر تیر خدا ده. الان شوهر چند سال هم گذشته، دیگر
الان اطمینان نمیکنه به من. هرچی میگم نکردم تا الان هیچی پول بخونه نمیگاره. هر جا میرم میگه تو خیانت میکنی، پول مزدی به مادرت. یخو ما باید چیکار کنیم؟ و پول ابتدایی را تو از شوهر تا برداشته بود یا شوهر پول تو را برداشته بود؟ خو خو مهربانی خوش آمدین. تماس شما وصل است؟ بله بفرمایید. آه شما بله. آه خوش آمدین. خوش آمدین. خوش آمدین. تماس شما وصل است؟ خوش آمدین. من یک نقد بیشتر به تیم آرزی کردم که به حساب مردم نامزد کردم. در نامزدی خود خبر شدن که شما شوی هستین. باز من گفتم خیلی همی داری نامزدی داری امتیان هست شوی هستن جدا میشن. قبول کردم بسن نی خیلی سال شوی هستین عزیز مسلمان هست و سلام گفت نی ماندن. بالاخره آرزی کردیم یک سال از آرزی به تیم پیش درم کردن که شما شوی هستین ما نمیتونیم که شما نمیتونیم. یک دقیقه می کمی جای تغییر بده، کمی دو صدا برنامه کمی جای تغییر بده که صدا صاف بیه. بله مسمعی. آه یک سال تیر شد. آه یک سال تیر شد از عروسی شان. آه یک سال تیر شد از عروسی شان. من بیگانگی می رفت خانه یک هفته دو هفته خانم شما جمیشش تو باز جنگ و قارو شما شوی هستین من همین کسی ما نمیتونم زندگی. بالاخره بعد از یک ساعت خانه شیش تو گفت که من دیگر نمیم شما شوی هستین. خواهید بچه به حساب از این کاری زن شد رفت پشتش بیا خیرت من میگرم تو بونگت نیست خیر ما رسمی میشم. اونجا که رفته گفته بیا برو در مسجد دست سر قرآن شریف بار قرآن شریف دست تبان پسر بخور که من رسمی میشم. حالا به حساب بچه ما میکنم بودم مشکل پیدا نمیشه. خدا سر خود شدیم بودن و این میگه من این شوهر من فشار بود که برو رسمی شو برفتم دست در خونه ماندم رسمی شدم گفتم بشم در زبان اما در قرم گفتم خودتو ببخشی در خونه نمیشم رسمی نمیشم پس ببرم. اینال به شام ما بچه میگذم بگو نو نشد یا من چی کنم پس در خونه شدیم بسماندیم قسم خوردم چی باید بکنم سرم کدام مشکل نمیه. خب بچه شیعه است یا سنی؟ بچه شیعه است و دختر سنی. خب منتظر باشین براتون میگم. منتظر باشین ما براتون میگم انشاءالله. بله مهربانی خوش آمدی نظر محترم. مهربانی تماسون وصل است. سلام علیکم جناب مولای صاحب. خوب هستید؟ سلامت باشین. سلامت باشین. این همه چی را پرسان میکردم همه ویتر را بعد از ویتر که خواندی دیگه دعای قنوت از یاد رفت دیگه چی باید کنین؟ سجده سو سر لازم میشه یا نه؟ خب برتون میگم خب عزیزان محترم سوالایی که با ما بود محمدی برادر ما باز هم سوال قبلی خود داشتن و گفتن که در نماز چند فرض است؟ در نماز در داخل نماز هفت فرض نیت دور میکنیم. اولین نیتی که بر نماز میکنه او را بعضی خارجی میگن بعضی داخلی میگن. تکبیر تحریمه ای فرض است، استادن فرض است. خود همی تکبیر تحریمه باز در تکبیر باز بعضی چیزا سنت است و استادن فرض است، قرائت فرض است، رکوع کردن فرض است، سجده کردن فرض است و همچنان یک بار انجام دادن یک عمل او که یک بار باشه فرض است. مثال رکوع یک بار در یک رکعت یک بار باید انجام داده شود. قعده اخیر در نماز که انجام میگیره قعده اخیر قعده که در اخیر نماز صورت میگیره او فرض است و برآمدن از نماز که خود نمازگزار از نماز خود خارج میکنه با ملفظ السلام علیکم که میبره اینمی برآمدن از نماز امینا فرض است. این در داخل نماز است. بیرون نماز هم فرائضی هست که هفت یا هشت میگن خواهد در مجموع فقط هم نیت است. کسی با بیرونی داخل میکند اما فرضه کسی در داخل میارد. هشت فرض است که این در مجموع پانزده فرائض میشه که از جمله سه تا طهارت است که طهارت مکان است و طهارت لباس است و طهارت بدن هست. اینی هست
وقت سو در مجموع 15 فرض است و در داخل نماز اما 7 فرض بود که شما گفتین که سیم کارت بی سیم با برنامه شما رخ نمیکنه. راستی هم که از بی سیم که وقتی آدم زنگ میزنه بار اول بعضی وقت مشکل پیدا میکنه، میگه تماس موجود نیست یا چطور. بار دوم که تماس بزنین نمو زنگ بزنین بار دوم رخ میکنه. اما بعضی وقت که میگن که تلفن شما مشکل داره، این زنگ شما خو آمد بر ما، بار قبل ما آمد و هر بار تماس شما به ما می آید. بار اولی در ما مشکل هم دستگاه هست و دستگاه هم دعا میکنم که خدا مشکلات اونا رو توفیق بده که مشکلات آسان کنن و مردم خدمات درست عرضه بکنن. خواهر که گفت که شوهرم پول داشت و پول شوهر کسی از خانواده گفت برداشته بود و بعد اون شوهر بالای ما آره به اعتماد شده. کوشش کنین که همی اعتماد بین زن شوهر بزرگترین سرمایه است. این اعتماد که از بین رفت بازم مشکلات به وجود می آید. تو کوشش کو که زمین سازی بکنی که اعتماد از دست رفته خودت پس به دست بیاوری. ای که به چه طریق بتوانی کوشش کو در قدم اول کارای انجام بده که توسط از او شوهرت از تو راضی باشه، کارای انجام بده که توسط از او خدا از تو راضی شوه. خدا را که از خود راضی ساختی همه از تو راضی میشن. یک چیز متوجه باشین، خداوند که از کسی راضی باشه همه مردم از او راضی میباشن. خداوند اگر کسی ناراض شد ایر بفن که همه مردم از او ناراض میشن. و ایر در قدم المتوجه باشن که دعا کنین از خداوند جل جلاله این مشکل بخواین که حل شوه و اعتماد سازی شما در نزد خداوند جل جلاله بکنین، اعتماد سازی دادن شوهرتان بکنین. شوهر بفهمه که این زن با خدا هست، نماز میخونه، طاعت عبادت میکنه، نماز خود قضا نمیکنه، پابند همه امور است و کدام بار وضعیت یک امتحان در کدام عمل انجام بده تا اعتماد دست رفته تو خودت پس به دست بیاوری. و شوهرت هم ما دعا میکنیم تو هم دعا بکو تا خداوند او را بر تو پس امو محبت از رفته تو را هم پس به تو بده. خواهر که سوال کرد گفت بچه من نامزاد کردم با کسی، گفت نامزاد کردم او سنی بود و ما شیعه بودیم. نامزاد کردم در ابتدا مشکلات آمد، پس که عروسی کردیم یک سال سپری شد مشکلات زیادتر شد. علمای دیوبند میگوین، فتاوای دارالعلوم دیوبند میگوین که عروسی کردن بین شیعه و سنی مکروه است. اتنی که ناروا است، مکروه است. به خاطر چی؟ میگه این تو مشکلات به وجود می آورد. اگر اینا بتوانند که شیعه سنی شوه خونه در مشکلات مرفوع شد. ای که در بین باز میبینید که مشکلات یا پدر میاره یا مادر میاره یا آخون میاره یا ملا میاره، مشکلات در بینشون میه، این مشکلات ها بعدا به زندگیشون برمیخوره، به حیات و به تعلیم و تربیه خانوادهشون برمیخوره، مشکلات به بار میاره. هر دو مسلمان هستن، هر دو بنده خدا هستن، هر دو میگن که لا اله الا الله محمد و رسول الله. خو اما میبینیم که هم عمل کرده و مذهب و طریق راه روشی که اونا در طاعت و عبادت انجام میدهن شیعه و سنی بین خود فرق دارن. فتوای دارالعلوم دیوبند در ابتدا که مکروه است اما حرام و ناروا هیچ کس نمیگوین. به سبب چی؟ بنابر این مشکلاتی که ایجاد شد، آلی مشکلاتی که ایجاد شده و بچه میگه که من شیعه بودم بالای قرآن کریم دست ماندم که سنی شدم، خو کار خوب کردی، کار غلطی خو نکردی، هر دو درست است. خو اما این اختلافات از خود دور کنن، اختلافات رو دور کنن، نکایتان پا بر جا هست، قرآن کریم باره قرآن کریم دست گذاشتن، احترام قرآن کریم بر جا داشته باشین، از او تیر نشوین. شما کوشش کنین که امی شیعه و سنی کی هست؟ خو کل امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم و کل پیرو قرآن عظیم شان هستیم، پیرو دین اسلام هستیم، اما یک خدا را پرستش میکنیم. این اختلافات ما شما را از بین میبره. نکنین اختلافات، نکنین، کل به یک راه روش بروین و اختلافات از بین ببرین. عروسی خدا و پیوند خدا آله که نکاح کردین از بین نبرین، هر دو با یکی دیگر محبت و صمیمیت داشته باشین و مو خانم خدا پس از خود بسازین و اجازه ندهین بر دیگر فرصت طلبان که بین شما باز تفرقه بیاورد و یا اینو آن بکند. برادر گفتن که دعای قنوت در وتر واجب هست. بله واجب است، دعای قنوت خواندنش در وتر واجب است. اگر کسی فراموش کرد چه کند؟ خب یک کمی خود در وقتی که رفتن بر رکوع به یادش آمد که او ما خود دعای قنوت نخواندیم، پس استاد نشود. به خاطر که رکوع کردن فرض است، خواندن دعای قنوت واجب هست. از قوی به ضعیف رفتن نمیتوانی، از قوی به ضعیف رفته نمیتونی. در رکوع خود برو و رکوع تا انجام بده و این رکوع رو که خواندی بعدا در اخیر نماز تو سجده سهو ادا کن. سجده سهو رو خویا دارین، وقتی که التحیات خواندین بعد از ختم التحیات به یک طرف سلام دور بتین، السلام علیکم و رحمت الله، به یک طرف سلام دورتین، سلام که دور دادین
دو بار سجده بکنین پس بنشینین و اتحیات و درود و دعا بخونین و سلام دار بتین. این سجده سهو داره. اگر کسی قصدن امی دعای قنوت نخوان که نمیخوانم یاد ندارم بیخی ترک کرد ایره نخوان بازم به ترک واجب به ترک واجب نمازش تکمیل شد اما با نقصان با نقصان. اگر بیخی فراموش کرد دعای قنوت هم فراموش کرد سجده سهو هم فراموش کرد بعدن بعدش آمد اگر توانست نماز خود اثر بخانه خوب خوب و الا نمازش درست است. عزیزان محترم برنامه وقتش تکمیل شد. دعا میکنیم که خداوند جل جلاله همه مسلمان ها را با حیا داشته باشه، ما شما را مزین به حیا داشته باشه، خواهران ما را و برادران ما را و همه ما را مزین به حیا داشته باشه. خداوند جل جلاله همیش ما شما را در نصرت خود، در محافظت خود، در هدایت خود داشته باشه. پناه میبریم به خداوند جل جلاله از هر آن عمل بدی که پیامبر اسلام و بندگان نیک خداوند جل جل از آن به خداوند جل جل پناه می بردن و می طلبیم از خداوند جل جل هر آن چیزی که پیامبر اسلام و بندگان نیک خداوند جل از خدا می طلبیسن ما هم می طلبیم. اللهم اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین.